عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 81 در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و خرم باشید و با ورزش و تندرستی بتونید به این شادابی و خوشی زندگیتون بیفزایید. همینجوری که میدونید ورزش آدم رو سرحال میاره و خیلی انرژی میده و هزار و یک فایده دیگه ای داره که در برنامه های مختلف راجع به اون صحبت کردیم. در کل میتونیم بگیم که ورزش دو تأثیر روی بدن داره، یکی درمان بیماری ها و یکی ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری های دیگه. در این برنامه میخوایم به چند نکته اشاره بکنم و در آخر برنامه هم به خاطر سوالات زیادی که راجع به نحوه گرم کردن و سرد کردن بدن قبل و بعد ورزش اشاراتی داشته باشم. خب یکی دو تا انتقاد بوده. اول از همه چند تا دوستان گفتن که شما خیلی اخ میکنی پشت دوربین و از این بابت باید عرض کنم که متاسفانه چون مطالب خیلی زیاده و وقت برنامه هم محدود، چون سریع حرف میزنم خب خود به خود چهرم یکم اون لبخندی رو که باید داشته باشم اون نمیتونم و از این بابت ببخشید. نکته دوم، نکته یه که راجع به تمام نشدن یه سری بحثا در همون برنامه دوستان اشاره کردن، بازم برمیگرده به مطالب زیادی که راجع به هر کدوم از این بیماری ها هستش و من نمیتونم، فرصت نمیشه که در طی 25 دقیقه نیم ساعت تمام اینا را بیان کرد. به همون دلیل خیلی از برنامه ها به یک شماره های بعدی انتقال پیدا کرده، ولی باز هم میبینیم که اینقدر مطالب زیاده و اینقدر گفتنی ها هست که متاسفانه فرصت نمیشه، ولی خب تا جایی که تونستم این برنامه ها را پشت سر هم ادامه دادم. با عنوان مثال به کمردرد اگه نگاه بکنید حدود 7-8 تا برنامه من درست کردم، یا به مسائل و مشکلات ناشی از مشاغل کاری بخوایم نگاه بکنیم چند برنامه متعدد داشتیم راجع به مسائل اتیکال و غیره که به موقعش به اونها پرداختیم. و چیزی که میخواستم بگم اینه که تمام این برنامه ها تو وبسایت هستش، میتونید مراجعه بکنید و خوشبختانه مراجعات خیلی زیادی داریم و بینندگان خیلی زیادی به این برنامه ها نگاه میکنن و از این بابت ممنونم که این حمایت شما باعث میشه که این برنامه ها ادامه پیدا بکنه و روز به روز بهتر بشه. در ابتدای این برنامه میخوام یه خلاصه ای از یک کنفرانس بزرگ فیزیوتراپی هفته پیش در لیورپول براتون ارائه بدم و ببینیم که علاوه بر حرفایی که من اینجا میزنم، ببینیم سایر کارشناسان و متخصصین فیزیوتراپی در این رشته، در این باره و درباره این رشته چی میگن. خب این کنفرانس WCPT یا همون World Confederation of Physical Therapists بود که قسمت یوروپیان ریجنش در لیورپول امسال چهارمین کنفرانسش رو ارائه دادن و خوشبختانه نکات خیلی آموزنده اینجا هستش و اینقدر این کنفرانس ها پربارن و اینقدر مطالب آموزنده ارائه میشه که اصلا آدم کیف میکنه و متاسف میشه از این که اون دروس خیلی زود تموم میشه. این شانس رو داری که مطالب خیلی جدید رو بیاموزی و نوع نگرش این متخصصین و این بزرگان رشته فیزیوتراپی در کل جهان به آینده رشته و این رشته چه تأثیرات بسزایی میتونه در زندگی و سلامت مردم داشته باشه و چجوری این نقش بایستی ایفا بشه، تمام اینا در این کنفرانس ها بیان میشه و اینقدر پربار هستن که تصمیم گرفتم یه مروری به این داشته باشیم و امیدوارم که شما هم بهترین استفاده ببرید. خب در این کنفرانس اکثر تمای امسال هم مثل پارسال راجع به سلامتی و نحوه زندگی سالم یا همون لایف استایل بود در واقع و تمام اینا تحقیقات جدید هستن و یا کارشناسانی که میان این پرزنتیشن ها را ارائه میدن تمامشون اکسپرت های خیلی بالایی هستن، اساتید دانشگاه، متخصصین مختلف از جاهای مختلف و تمام اینا به یک نکته اشاره میکنن که پیشگیری و ورزش و زندگی سالم میتونه خیلی فواید زیادی داشته باشه، از جمله پیشگیری کردن از بیماری ها و اگر هم بیماری داشته باشیم چجوری بتونیم در وهله اول بدون استفاده از دارو و جراحی اونو بهتر بکنیم و در وهله دوم اگر هم
احتیاج به این روش های جراحی و غیره داشتیم، چجوری اون را باز با فیزیوتراپی هرچه سریعتر به بهترین وجه ترمیم کنیم اون جراحت رو و افراد رو بتونیم به زندگی روزمرهشون برگردونیم. خب وقتی به زندگی سالم اشاره میشه منظور چیه دقیقا؟ ببینید زندگی سالم در طی این دو سه دهه بیشتر معنی پیدا کرده. در واقع هرچه زندگی ما به طرف ماشینی شدن میره، هرچه وسایل متفرقه تو زندگی ما بیشتر میان، با اومدن دهان و موبایل و کامپیوتر و ماشین های متفاوت و دوربین های مختلف و این همه وسایل و تکنولوژی های جدید میان، در واقع از اون ور زندگی سالم و این شعار زندگی سالم هم بیشتر جاشو پیدا میکنه و معنی بیشتری به خودش پیدا میکنه. و اینجاست که ما باید متوجه بشیم که اثرات این تکنولوژی در زندگی ما چیه دقیقاً، چه ضررهایی میتونن این وسایلی که ما ازش استفاده میکنیم و موقع خرید اونقدر شوق و ذوق میکنیم در دراز مدت میتونن رو سلامت ما داشته باشن. خب این جور مسائل هم همینجوری که میدونید نمیتونه آدم از خودش بیاد و بیان بکنه، بایستی بر مبنای یک سری شواهد باشه، بر مبنای سری تحقیقات باشه. و تمام این جور نکات رو شما معمولا تو این کنفرانس ها یاد میگیری، تمام مقالاتی که ارائه میشن تو اینجا خوب مورد بررسی قرار میگیرن، در پنل های مختلف، در فرصت هایی که ارائه میشه سوال مطرح بشه و در کنارش یک سری میتینگ ها و جلسات مختلفی میذارن که از جمله به متخصصین مختلف فیزیوتراپی از جاهای مختلف میآموزن که چجوری میتونن با توجه به کار کردن و تجاربی که در این رشته انباشته اند بتونن در زندگی مردم تأثیر بذارن. و این حرفی نیست که تازگی داشته باشد، مدت هاست که فیزیوتراپی داره جاشو پیدا میکنه، ولی متاسفانه در خیلی از کشورها هنوز به اون جایگاهی که بایستی رسیده باشه نرسیده. ولی خب نکته خوبش اینه که متوجه میشیم که همکاران و ارگان های مختلف زحمت زیادی میکشن و امیدوارم که فیزیوتراپی کشور ما هم روز به روز جایگاهش بهتر و بهتر بشه و مردم ما بتونن بهترین استفاده را از این سرویس و خدمات خیلی خوب بهترین بهره رو ببرن. چرا که قبلا و بارها اشاره کردم فیزیوتراپی یکی از روش های درمانی است که نه دارویی توش مصرف میشه نه جراحی توش هست و بهترین روش های درمانی و سالمترین روش های درمانی را ارائه میدیم. اگه بیماری خوب نشد بعد میتونه همیشه بره سراغ جراحی، اگه بیماری عود کرد یا وخیمتر شد میتونه بره سراغ جراحی. و نکته جالب دیگه ای هم که در کشورهای با استاندارد بالا تو این رشته میبینیم این هماهنگی و این تبادل نظر و مشورت بین تیم های مختلف پزشکی است. ببینید با من مثال یه نفر با کمردرد میره پیش دکتر یا فیزیوتراپیست، بایستی اولویت در وهله اول این باشه که این کمردرد این بیمار رو خوب بکنیم بدور از هیچ حاشیه‌ای، بدور از هیچ منافع شخصی، بدور از هیچ نکته مبهومی. چرا که وقتی که اولویت بهتر کردن بیماری این شخص باشه، وقتی که اولویت ریکاوری این بیمار باشه و از اون ورم استانداردها و آموزش‌ها طوری باشن که من فیزیوتراپیست یا من دکتر رو طوری بار آورده باشن و آموزش داده باشن که من اولویت بندی هامو درست انجام بدم، که همون مسائل اتیکال هست که در چند هفته قبل راجبش صحبت شد، اون موقع بیمار بیشترین شانس رو برای بهبودی داره. و در خیلی از مواقع میتونیم از خیلی از جراحی ها و یا روش های نادرست دیگه که بیمار اصلا احتیاجی نداره پیشگیری بکنیم. به عنوان مثال به بیماری روتیتر کاف نگاه کنید یا التهاب تاندون های مفصل شانه، در واقع اون چرخشی ها که خیلی شایع است بین ورزشکاران، بین افرادی که کار میکنن و غیره. و در اکثر مواقع
بستگی داره که این مریض پیش کی بره. البته میگم اگه استاندارد خوب باشه، خود به خود اون روشی که درسته انتخاب میشه. ولی اگه استاندارد پایین باشه، منافع شخصی در کار باشه، خیلی از مواقع میبینیم که یک ورزشکاری که تاندون شونش پاره شده یا جراحت پیدا کرده، بدون هیچ نیازی فرستاده شده به مسیری که به جراحی ختم میشه. ولی در صورتی که میتونست با چند جلسه فیزیوتراپی این جراحت بیماری شونه این خوب بشه. پس ببینید بینندگان گرامی، این نکته خیلی مهمه که وقتی شما یه بیماری دارین از چه روشی و از چه طریقی به درمان اون بپردازین و این مسیر بایستی شما رو هدایت کنه به طرف بهترین انتخاب و این انتخاب بر مبنای بایستی شواهد باشه، بر مبنای علم روز باشه، بر مبنای اولویت بندی باشه، بر مبنای زودتر و راحتتر خوب کردن اون بیمار باشه و این موقعی انجام میشه که آگاهی شما بالا باشه، شما به راجب بیماریتون حداقل مطالعاتی داشته باشین و از اون ورم کادر پزشکی ما، همکاران محترم پزشک، فیزیوتراپیست، ارتوپد فرق نمی کنه، جراحای گرامی باعث اولویت بهتر کردن و بهبودی بیمار باشه. و الان اگه بخوایم بر مبنای علایق شخصی تصمیم بگیریم، در خیلی از موارد متاسفانه اولویت اصلی بیمار فراموش میشه و اون موقع است که مریضی که اصلا احتیاج به جراحی نداشت میره جراحی میکنه و اکثر مواقع میبینیم به همون روتاتور کاف اینجوری نگاه بکنیم، متاسفانه بعد جراحی هم اونقدر موفق نشدن. پس خلاصه ای که از یا درسی که از این کنفرانس برای بنده خیلی آموزنده بود گرفتم و تجاربی که با خودم آوردم اینه که فیزیوتراپیست ها با آگاهی دادن به مردم، با توضیحات لازم، با ورزش هایی که برای اوقات فراغت به اینا میدن، با پیشگیری از مسائل جانبی بیماری ها شما رو میتونن به مسیر خیلی درستی هدایت بکنند. تنها نکته مهمی که قبلا هم اشاره کردم اینجا باز بگم اینه که اگه شما پیش یه نفر رفتین و بعد 3-4 جلسه دیدین واقعا تغییری تو بیماری شما پیدا نمیشه، البته عجله نباید بکنیم، در خیلی از مواقع بس که به نوع بیماری شاید بعد 10 جلسه شما اثرات بهبودی رو ببینید، ولی به طور کلی بعد 4-5 جلسه دیگه باید حداقل شما 20-30% تغییر پیدا کرده باشین. اگه در همچین شرایطی دیدیم بعد 5-6 جلسه بنا به بیماری شما و نوع حاد بودن اون و مسائل متفرقه متوجه شدین که هنوز هیچ بهبودی حاصل نشده، اون موقع است که از خودتون سوال بکنید که آیا میتونید یه فیزیوتراپیست بهتر پیدا بکنید و یا یکم دنبال شرایط بهتری بگردید، شاید لازم باشه اونو عوض بکنید و غیره. خب پس همونجوری که اشاره کردم، کنفرانس اینجا مسائل و نکات خیلی آموزنده ای داره و امیدوارم که مسئولین فیزیوتراپی کشور ما هم موقعی که این کنفرانس ها را برگزار میکنن به چند نکته مهم توجه داشته باشن. یکی این که انتخاب سخنران خیلی مهمه، در حد امکان بایستی تمام این سخنران ها بک‌گراند یا سابقه فیزیوتراپی داشته باشن. در خیلی از مواقع میبینیم که از جراحان یا ارتوپدهای عزیز دعوت میشه تو این سخنرانی ها شرکت بکنن، خب اونم لازمه، ولی چرا در جاهای دیگه ما نمیبینیم؟ تمام این سخنران ها فیزیوتراپیست بودن، پس باز هدف این باشه که بهترین سخنران و بهترین مقالات انتخاب بشه و اولویت بندی بشه تو این مقالات، حداقل باید 80-90% توسط فیزیوتراپیست ها باشه و سخنران ها حداقل 70-80%شون فیزیوتراپیست باشن و از همین مهمتر همکارانم به جای دید و بازدید بشینن سر کلاس و از اون استفاده بکنن، چرا که این نکات و تجارب وقتی میشنوی میتونی خیلی بیشتر و بهتر پیشرفت کنی و خدمات و درمان های خوب و مؤثری ارائه بدی.
یه نکته دیگه‌ای که در همینجا اشاره بکنم، مسئولین انجمن فیزیوتراپی انگلیس اومدن یه طرحی به دولت پیشنهاد دادن که تو تمام دکترهای خانواده یا همون جی پی یک فیزیوتراپیست هم بایستی باشه و این طرح خیلی خوبیه. نشون دهنده چند نکته است. یکی این که نشون میده که انجمن فیزیوتراپی کشورهای باستان بالا چقدر تاثیرگذاره تو مسائل سیاسی نظام سلامت، تا جایی که میاد، البته این اولین طرح نیست، ده ها طرح دیگه هم قبلا دادن، ولی اینو میخوام بگم که اونقدر نفوذ دارن، اینقدر حرفاشون معتبره که دولت هم میاد گوش میکنه و اومدن این پیشنهاد رو دادن که تو هر مطب جی پی یا دکتر خانواده یکی دو تا فیزیوتراپیست هم باشن. دلیل اینو اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم اینه که شاید 50-60% مردمی که به دکتر مراجعه میکنن به خاطر کمردرد، شونه درد، پیچ خوردگی مفصل پا، زانو درد و اینجور بیماری هاست و وقتی که همچین طرحی اجرا بشه تمام این بیماری ها را همون فیزیوتراپیستی که تو مطب جی پی هست میتونه ببینه، اگه لازم شد معرفی بشه به جاهای مختلف یا همونجا شروع به درمان بشه و اگه از پسش بر نیامد به همکار دکتر دیگش معرفی بکنه و اگه این همچین طرحی اجرا بشه یهو 50-60% فشار روی مطب های جی پی کم میشه و از اون ور افیشینسی میره بالا، در واقع بهتر بودن و مؤثر بودن نحوه و روش‌های درمانی ما میره بالا و مریض بیشترین بهره رو میبره. پس اگه دقت بکنیم فیزیوتراپی جایگاه خیلی خوبی داره و روز به روز هم بهتر میشه. این حرفایی که زدم به این دلیل بود که فکر نکنید فقط من اینا رو میگم، به عنوان مثال به این حرف دکتر سمیعی که همتون میشناسین، یکی از بهترین جراحهای نورولوژیست کشور ماست، نگاه بکنید. میگه که بعد همه جراح مغز شما نیاز به فیزیوتراپیست دارید. همه خانواده های اون مریض پیشنهاد کنم شما امیدتون از دست ندید، روی بیمار کار کنید، سعی کنید این فیزیوتراپی رو هر روز ادامه بدید، با بیمار صحبت کنید، سعی کنید که صحبتش دو مرتبه یواش نشون داده میشه که در عرض نه در عرض چند ماه بعد، نه چند ماه، یا اولا شاید 2-3 سال احتیاج دارن. ببینید همونجوری که دکتر سمیعی هم اشاره کردن، برای همه جراحی ها چه قبل و چه بعدش ما نیاز به فیزیوتراپیست داریم. برای تمام کسانی که اینجور بیماری ها یا حادو دارن که بایستی برن جراحی بکنن، بایستی قبلش بریم پیش فیزیوتراپیست، شما رو آماده بکنه، نکات ضعف بدن شما رو پیدا بکنه و مهمتر از همه اون ادوایس ها و درمان های فیزیوتراپی بعد جراحی است که شما رو برمیگردونه به راه رفتن و به فعالیت های روزانه زندگیتون. به همین دلیل به هر طریقی که ما بخوایم بررسی بکنیم باز هم به اهمیت رشته فیزیوتراپی میرسیم و اینکه متاسفانه تو نظام سلامت ما اون جایگاهی رو که بایستی داشته باشه نداره. خواستم این توضیحات رو بدم که این همه فواید رشته فیزیوتراپی فقط و فقط گفته های بنده نیست، صدها کتاب و مقاله هست، تمام کنفرانس ها، حتی کنفرانس های رشته های دیگه هم در اکثر سمینارها میبینید که با عنوان مثال ارتوپدیست هم صحبت میکنه، در آخر کار اشاره میکنه به فیزیوتراپیست، نورولوژی صحبت میکنه در آخرش به فیزیوتراپی میرسه. در آخر این سوال که از دو تا بینندگان بود راجع به گرم کردن و سرد کردن بدن بپردازم. ببینید دوستان، بدن مثل یه موتوره در واقع و همونجوری که یه ماشین رو میخرید در اون اوایل بایستی آب بندی بشه، بدن ما هم قبل از ورزش بایستی آب بندی بشه. خیلی راحت بگم بایستی یه 2-3 دقیقه یه سری حرکات غیر سنگین یا حرکات راحت برای بدن انجام بدیم و اون موقع تمام این بافت های دور مفاصل و مایچه های ما آماده میشن برای ورزش بهتر. از اون ور 1-2 دقیقه یا آهسته میدویم یا دوچرخه میزنیم و این هم باعث میشه که نه تنها ضربان قلب ما آماده بشه
بلکه مقدار اکسیژن و دهها مسئله دیگه اتفاق میفته که بدن ما دچار آسیب نشه موقع ورزش. پس شروع میکنید تمام مفاصل بدن رو به جهت هایی که ممکنه میچرخونید. به عنوان مثال اینو بارها نشون دادم، اگه ما یه پین از این ور بذاریم این اینجوری میره، اگه از این ور بذاریم اینجوری میره، اگه از بالا بذاریم اینجوری میچرخه. پس تمام مفاصل به این نفع میتونید به این 4 جهت یا 6 جهت و به جز شونه و ران که به جهت های مختلف میرن به حداقل 3-4 جهت بچرخونید. هر کدوم میتونید 30 دفعه 40 دفعه بچرخونید و بعد 2-3 دقیقه یا میدوید یا دوچرخه میزنید یا ورزش مناسب دیگه ای که ساده باشه. به این طریق شما نه تنها بافت‌های مختلف بلکه بافت‌های داخلی از جمله قلب و ششتون رو آماده کردین که یک ورزش خوبی انجام بدین و در نهایت باعثی بدن سرد بشه. همینجوری که همتون دیدین تو برنامه‌های مختلف، وقتی به عنوان مثال به مسابقات اسب سواری نگاه می‌کنیم، از قدیم و قدیم رسم بوده که بعد از اسب سواری اسب باید 3-4 دقیقه پیاده راه ببرن. دلیل داره اینا همه، دلیلش هم اینه که اون شتاب و اون استرس و اون فشاری که به بدن آوردیم یهو قطع نکنیم، کم کم کمش کنیم و به همین دلیل 1-2 دقیقه پیاده روی ساده یا اینجور ورزش های سبک در آخر چیز نیاز داریم و مهمتر از همه کششی ها رو بایستی انجام بدیم. در آخر ورزش بایستی تمام مایچه هایی را که شما کار کردین کش بیارید، چرا که اگه کش نیاریم این مایچه ها کوتاه میشن. وقتی مایچه کوتاه شد، همونش که بارها گفتم، تمام فرم بدن ما را عوض میکنه و از اون حالت شاغول در میاره. به عنوان مثال وقت نگاه کنید ببینید، همونجور گفتم مایچه اینجوری کنتراکت میشه ریلکس میشه، کنتراکت میشه ریلکس میشه و استرش و اینقدر کشش یه وقت میدیم تا اینجا میاد. موقع ورزش معمولا اینا رو رو به کوتاه کردن همش میبریم. به همین دلیل در آخر کار که به فرض 1 ساعت این مایچه رو حالت کنتراکشن بهش دادیم، کوتاهش کردیم، منقبضش کردیم، ما نیاز داریم که 2-3 دفعه اینو بکشیم تا آخرین جایی که امکان داره و نگه داریم. فواید این خیلی زیادن. یکی این که وقتی که تا آخر میکشی، همجوری که تو انگشتای من میبینید الان فاصله زیادی بین این سلولای مایچه هست تا این موقع، پس ببینید الان فضای باز ایجاد شد و وقتی این کار انجام میشه خون سریع پامپ میشه به اونجا و وقتی که خون میاریم به اون مایچه‌ای که 1 ساعت کار کرده، از یک ور اکسیژن زیادی میاد، از یک ور مواد زائدی که ترشح شده را میبره و ده ها فایده دیگه. به هر حال داریم به آخر برنامه میرسیم، بازم بحث من تموم نشد، در برنامه های دیگه بیشتر به این مسائل میپردازم. سوال و مطلبی دارید از طریق وبسایت با من در تماس باشید. شما رو به خدا میسپارم، روز روزگار خوش، خدا نگهدار.